السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. در شب‌های گذشته بعد از اینکه یه مقدمه مفصلی در مورد ضرورت فهم ارتباط عاشورا و ظهور خدمت عزیزان عرضه شد، رفتیم سراغ شباهت‌های ابا عبدالله و امام زمان سلام الله علیهما. در سه محور به این موضوع پرداختیم. شباهت‌های اون دو بزرگوار از جهت شرایط پیرامونی، از جهت ویژگی و عملکرد اون دو بزرگوار و از جهت ویژگی و عملکرد مردم، به این معنا که کسانی که در زمان ابا عبدالله بودن و در زمان ظهور هستن ویژگی های مشترکشون چی هست. در محور سوم که ویژگی و عملکرد مردم بود، بحث وجود منتظران برای هر دو بزرگوار رو دیشب عرض کردیم و اینکه در میان یاران هر دو بزرگوار هم ریزش هست هم رویش. دو ویژگی باقی ماند از آنچه که به عنوان ویژگی و عملکرد مردم در زمان ابا عبدالله و در زمان ظهور وجود داره. این دوتا رو عرض بکنم و وارد محور سوم بشیم. سومین ویژگی مشترک مردم در زمان دو امام خلوص یارانه. یه وقتی بحث میکنیم در مورد ویژگی های عام مردم، میگیم مردم در زمان ابا عبدالله این شکلی بودن یا گروه محدودتری این شکلی بودن، اما الان بحث ما نه عامه مردمن نه یه گروه کثیری از مردم، میخوام در مورد یاران دو بزرگوار صحبت بکنیم. در مورد یاران ابا عبدالله علیه السلام، آنچه که از اخلاص و سلامت اونها اومده بهترین عبارتی که در موردش هست عبارت خود ابا عبدالله سلام الله علیه، یعنی امام حسین علیه السلام خودشون در مورد یارانشون اظهار نظر کردن. در شب عاشورا هنگامی که حضرت یارانشون رو جمع میکنن که برای اونها صحبت بکنن، عبارت حضرت اینه: فانی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. من حسین ابن علی هیچ اصحابی و یارانی رو شایسته تر و بهتر از یاران خودم سراغ ندارم. بهترین کسایی که من سراغ دارم به عنوان گروهی از صحابه، صحابه منه. لذا حضرت داره به صورت ضمنی میگه حتی اصحاب پیامبر، اصحاب امیرالمؤمنین، اصحاب امام مجتبی به خوبی اصحاب من نبودن و نخواهند بود. ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی. و هیچ اهل بیت و خاندانی رو بهتر، ابر یعنی نیکوتر، ولا اوصل و وفادارتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا. خدا به همه شماها خیر بده که بهترین یاران و بهترین خانواده هستید. این از یاران ابا عبدالله. خب این چیزی که حضرت در مورد یارانش میگه یه جور تعارف نیست؟ حالا فرض کنید یک کسانی به انسان ابراز ارادت میکنن، محبتی بروز میدن، خب آدم باید متقابلا یه واکنشی داشته باشه. امام حسین علیه السلام دید اینها تا شب عاشورا موندند و خیلی ابراز احساسات و وفاداری میکنن، یه تعریفی از اینا کرد. ما برای پاسخ به این سوال کافیه بریم چند ساعت بعد، یعنی صبح عاشورا و ظهر عاشورا و برخورد یاران. اما قبل از اون همین شب یاران صحبت هایی کردن. خب میدونید که ابا عبدالله شب عاشورا فرمودن که ببینید اینها دعواشون با منه، یعنی اصالتا با شما کاری ندارن، که اینا میخوان از من بیعت بگیرن تا
مهمترین مخالف یزید ابن معاویه آرام بشه و او با خیال راحت بتونه به حکومت و ظلم خودش ادامه بده. خب من که بیعت نمی کنم، طبیعتا اینا میخوان من رو بکشن تا بزرگترین مخالف یزید از سر را بردارن. این وسط به شماها کاری نداره. بذار ما هیچ جه نداریم که یزید مثلا گفته باشه ببینید از مکه کیا با حسین ابن علی حرکت کردن، اونایی که جدا شدن کیا بودن، برید اونا رو پیگیری کن. کاری بونه نداشت. گرفتاری یزید ابا عبدالله بود. حضرت فرمود ببینید الان شب تاریکه، منم بهترین یارانی که میتونستم شمایید، برید حتی خانواده من رو هم اگه میخواید ببرید. اینجا یه نکته عرض بکنم، چرا ابا عبدالله میگه حتی اگه خانواده من میخواد ببرید ببرید؟ فرض بفرمایید ابوالفضل عباس سلام الله علیه بخواد بره، فرض کنیم زینب کبرا هم بخواد بره، آیا ابا عبدالله حتی زینب کبرا رو مجبور میکنه که بمونه؟ نه، میخواید بری زینب جان برو. حضرت به همه میگه از تاریکی شب استفاده کنید برید. خب یاران ابا عبدالله یه حالت بختی بهشون دست میده که آخه این چه فرمایشی است که ابا عبدالله میکنه؟ اینجا باید یکی این سکوت رو بشکن. خدا نیاره روزی که یه همچین اتفاقی بیفته که ما بریم که زنده بمونیم و تو رو یاری نکنیم. به محضی که حضرت ابوالفضل سلام الله این جمله رو میگه، بقیه هم چی؟ شروع میکنن به سخن گفتن. اینجا حضرت به فرزندان عقیل میگن حسبکم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لكم. به برادران مسلم ابن عقیل و فرزندان او حضرت میگن ببینید شما زحمتتون رو کشیدید و قربانیتون رو دادید، مسلم ابن عقیل به شهادت رسید، من از شما راضیم و به شما اذن میدم، دیگه بقیه برید، همین مسلم شهید شد از خاندان شما کفایت میکنه. میگن دیگه ترجمه شو بخونم، در این صورت اگر از ما سوال شود که چرا دست از مولا و پیشوای خود برداشتید چه بگوییم؟ نه، به خدا سوگند هیچگاه چنین کاری را انجام نخواهیم داد، بلکه ثروت و جان و فرزندانمان را فدای راه تو کرده و تا آخرین مرحله در رکاب تو جنگ خواهیم کرد. مسلم ابن اوسجه پیرمرد که با حبیب ابن مظاهر با هم اومدن، میگه ما چگونه دست از یاری تو برداریم؟ در این صورت در پیشگاه خدا چه عذری خواهیم داشت؟ به خدا سوگند من از تو جدا نمیگردم تا با نیزه خود سینه دشمنان تو را بشکافم و تا شمشیر در دست من است با آنان بجنگم، و اگر هیچ سلاحی نداشتم با سنگ و کلوخ به جنگشان میروم تا جان به جان آفرین تسلیم کنم. و سعد ابن عبدالله و زهیر ابن قین و محمد ابن مثلا محمد ابن بشیر حضرمی پسرش رو جایی گرفتن. حضرت میگن ببین محمد من از تو راضیم، برو و فرزندت رو نجات بده. محمد برمیگرده میگه که به خدا سوگند من ابدا دست از تو بر نمیدارم، و بعد میگه در رندگان بیابان ها مرا قطعه قطعه کنند و طعمه خیش قرار دهند اگر دست از تو بردارم. بعد امام او رو دعا میکنن، چند تا لباس که بالاخره یه قیمتی داشته به اون میدن، میگن اینا رو پس به کسی بده ببره اونجا هزینه بکنه و فرزند تو آزاد بکنه اگه خودت میخوای بمونی. و اینجا حضرت وقتی میبینن اینها اینطور صحبت کردن میفرمایند جزاکم الله خیرا انی قدن اقتلوا و کلکم انی قدن اقتلوا و کلکم تقتلون، فردا هم من به شهادت میرسم هم همه شماها، ولی کسی جدا نمیشه. این از یاران ابا عبدالله. اما یاران امام زمان ارواحنا فدا چطور؟ امام زمان ارواحنا فدا در مورد یارانشون در روایات مختلف عباراتی اومده، مثلا رجال الهیون، رجال مصومه. مصومه یعنی نشاندار، اینا آدم های نشون شده مشخصی هستن، امرا، وزرا، خیر الامه و الاخر. اما امام عسکری علیه السلام در یک روایتی در مورد یاران امام زمان میفرمایند که رحم الله فی طهارت الولاده، خداوند اونا رو پاک کرده از جهت طهارت موله، یعنی پدر مادرهای بسیار پاک و پاک دامنی دارن، و نفاست تربه و پاکیز سرشتن، مقدستون قلوبهم من دنس نفاق، قلبهای اینها از
دنس و تیرگی نفاق چیه؟ پاکه. محذبتون افئدتهم من رکس شقاق، قلب‌های اینها از تیرگی اختلاف و دعوا و درگیری پاکه و محذبه. لینتون ارائکهم للدین، روح‌های اینها برای پذیرش دین خیلی نرم و آماده است. یدینون به دین الحق و اهله، به اهل عمل به دین الهی هم. توی امر خدا اهل قلقش نیستن. و امام صادق علیه السلام در دینا می فهمن رجالون که ان قلوبهم زبر الحدید، مردهایی و انسانهایی که قلقهاشون مثل پاره آهنه. لا یشوبها شکن فی ذات الله، در ذات خداوند هیچ شکی قاطی قلب اینا نمیشه. در کاری که دارن انجام میدن هیچ جور تردید نمیشن. امام زمان هست، حرفش درسته، امرش درسته، بریم نری این شکلی نیستن، خیلی ثابت قدمن. اشد من الحجر، از سنگ سفترن در کار خودشون. لو حملوا علی الجبال لعذالوها، اینها به کوه حمله بکنن کوه رو از جا میکنن. رجال لا ینامون اللیل، شبو نمیخوابن، به این معنا که دائما دنبال خواب و راحتی نیستن. ولی خب یه خوابی بالاخره برای همه حداقل نیازه. لهم دویون، زمزمه‌ای دارن. فی صلواتهم که دوی نحل، وقتی میخوان بگن یک کسی و یه جمعی مناجات و عبادت میکنن، میگن کنهو کندوی زنبور عسله، یعنی اون صدای مستمر رو پیوسته که میاد تو مناجات اینا این شکلی هست، دائما در حال مناجات هست. یبیتون قیامن علی اطرافه، یه بخشایی از شب رو میخوابند و بقیه رو بیدارند و مشغول عبادت هست. و چهارمین ویژگی یاران دو امام و عمل کرده اونها، آرزوی شهادت در رکاب هر دو. خب ما به ابا عبدالله نرسیدیم، اگرچه که در ادامه خواهم عرض کرد که ما چی کار بکنیم که جامون تو خیمه ابا عبدالله باشه، ما چه کار بکنیم که همراه اهل بیت باشه. ببینید بزرگواران، گاهی اوقات نگاهی که به اهل بیت به نوعی انداخته میشه و از اونها تعبیر و تفسیر میشه، یه نگاه آرمانی دست نیافتنی مافوق انسانی است. ما در قرآن داریم ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه ما کیه؟ پیامبر. الان ارتباط من با همسایم مثل ارتباط پیامبر با همسایشه. آقا یعنی شما خود تو با پیامبر مقایسه میکنید؟ بله، قرآن گفته مقایسه کنید. این که ما انقدر پیامبر رو مقدس بکنیم که خدای نکرده او رو روی تاقچه‌ای قرار بدیم و او هیچ نقشی در زندگی ما نداشته باشه، این غلطه. خب ما مگه میتونیم هم نشین اونها بشیم؟ حضرت موسی علی نبی نبالی علیه السلام خب ملقب به کلیم الله، خیلی با خدا صحبت میکرد. مثلا خدا هم میفرماید که و ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی چی دستته؟ خب یه کلمه میتونه بگه عصای، میگه قال هی عصای اتوکل علیها، اشتکی میدم و هش بها علی غنمی، باش میزنم این مثلا چیزایی که برای دامها نیازه اینا رو میریزم بخورم. ولی فیها معارب و اخرى، کار کرده دیگه هم داره. خیلی توضیح میده حضرت موسی علیه السلام. یه وقت حضرت به خداوند عرضه میدارد که خدای همنشین من در بهش کیه؟ من موسی تو بهش با کی همنشینم؟ خدا هم میفهمد که برو فلانجا، این آدرس همنشین فلانیه. حضرت را میفته، میان میرسن در یه قصابی. خدا همینه، خدا میگه همنشین شما همین قصابه. حضرت موسی وارد مغازه میشه و مثلا یه سکوی جایی بوده اونجا میشینه، نگاه میکنه. حالا این تعبیر بنده است، مثلا ببینی این قصاب الان چه ذکری میگه، چه کار خاصی میکنه. واقعا همنشین پیغمبر اولوالعزمه یک مراتب و کمالاتی پدشه. میبینه خیلی معمولی این قصاب کارش رو انجام میده و اینا، مردم میان گوش میبره میده دستشون رو اینا. زهر میشه، اون قصاب میگه که برادر شما مثلا هستید؟ حضرت میگن من اینجا برای اینجا نیستم، از جای دیگری اومدم. میشه مهمان شما باشم؟ میگه بله، بفرمایید، نهار خدمتتون باشه. حضرت به اتفاق او میرن منزل، اون میگه شما چند لحظه بشینید، من یه کاری انجام بدم بعد بیام خدمت شما که یه غذایی بیارم بخورید. حضرت نگاه میکنن این میره وسط خونه، یه سبدی بین زمین و آسمون معلقه.
از این سبب یه طنابی رفته به سمت سقف، از توی حلقه ای رد شده، اومده یه جایی به زمین بسته شده که این طناب این سبد رو بین زمین آسمون نگه میداره. این فرد طناب رو باز میکنه، سبد رو میاره پایین. یه پیرزن فرتوت و خیلی نحیف و لاغر و کهنسال، اون توی لاغر، اینو بر میداره، میبره 10 دقیقه یه روپو، بعد میاره میذاره داخل سبد و وقتی میخواد دوباره ببرتش بالا، سرش رو میبره جلو، یه چیزی رو میشنوه و بعد این سبد رو میبره بالا و میبند و میاد میشینه کنار حضرت موسی علیه السلام که نهار بخوره. حضرت میگن که قضیه این سبد چیه؟ قصاب میگه که این پیرزن مادرمه. خب خیلی فرتوت و نحیف و اینها شده، من صبح که میخوام برم سر کار قصابی، غذای او رو میدم و مثلا کاری داشته باشه، غذای حاجتی انجام میده، اینو میذارم داخل سبد، میبرم بین زمین و آسمون، چون اگه رو زمین باشه ممکنه یه حشره چیزی بیاد اذیتش بکنه. این پیرزن حتی نمیتونه مثلا یه حیوانی را خودش دور کنه یا حشره رو دور کنه. من جایی میبرمش، حالا مثلا روش یه پرده چیزی که این راحت باشه. از راه که میام دوباره میارمش پایین، میبرم کاری داشته باشه، آبی بخوره، مثلا غذایی بخوره، دوباره میذارم سر جاش. حضرت میفهمه تا اینجا رو فهمیدم. اون جایی که میخواستی ببریش بالا، سرت وردی جلو، قضیه چی بود؟ میگه که اون جایی که سرم بردن جلو، مادرم گفت پسرم از خدا میخوام به خاطر خدمتی که به من میکنی تو رو همنشین موسی کلیم الله قرار بده. و همین دعا در حق من. حالا اون که نمیدونست حضرت موسی علیه است، حضرت اونجا میفهمن که او چرا خدایا به حق حضرت موسی علیه السلام اون مادرهایی که در قید حیاتن سایشون رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا به حق حضرت موسی علیه السلام مادرهایی که از میان ما رفتن و در فراق اونها هستیم، همه شون رو سر سفره حضرت ابا عبدالله میهمان بفرما. این که ما همنشین حضرات بشیم یه چیز مخوفی نیست، هم احترام به والدین. آرزوی شهادت و در رکاب ابا عبدالله بودن، بله من ابا عبدالله نیستم، ابا عبدالله هم نمیشم، اما میتونم که آرزوی در رکاب ابا عبدالله بودن و همنشین ابا عبدالله داشته باشم. که ما دائما دعا میکنیم در زیارت مطلقه حضرت ابا عبدالله، میگیم یا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوزم عظیما. دائما میگیم خدایا ای کاش ما بودیم و به فوز شهادت میرسیدیم، که خب انشاءالله اگر اونجا نبودیم در رکاب حضرت صاحب انشاءالله باشیم و اونجا ما به فوز شهادت برسیم. در مورد امام زمان ارواحنا فداچی، ما دائما داریم این دعا رو میخونیم و بعضی از شما عزیزان موفقی هر روز صبح این دعا رو میخونیم. اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانه، خدا رو مرا از یاوران و یاران حضرت قرار بده. و ذابین عن، اونهایی که ذوب در حضرتن، به این معنا که هر آنچه اون حضرت بفرماید رو به عمل میرسونن. و المسارعین الی فی قضاء حوائجه، من جز اونایی باشم که حضرت وقتی کاری دارن من بدوم برم اون کار انجام بدم، سرعت بگیرم و به سرعت خودم رو برسونم و جز پیشگامان باشم. آقا یه چیزی میخوان، من سریع برم انجام بدم. بل متمثلین الاوامره، جز اونایی باشم که به اوامر حضرت گردن مینهم و همیشه اهل فرمان برداریم. بل محامین، من حامی حضرت باشم. و سابقین الی ارادته، جز اونایی باشن که زودتر از بقیه ارادت خودشونو و محبت و فرمانبرداریشونو به حضرت ابراز میکنن. و المستشهدین بین یدی، من شهید رکاب امام زمان علیه السلام باشم. بعد میگم خدایا اللهم انحال بینی و بینه الموت، اگر بین من و آقای من مرد فاصله انداخت. الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، مرگ یک حقیقتی است و یک امر حتمی مقضی است که حتما اتفاق خواهد افتاد. خب چه بکنیم؟ فاخرجني من قبري، خدایا منو از قبرم خارج کن. موقعی که اون حضرت میاد منو از قبرم خارج کن. معتذرا کفنی، کفن پوشم. شاهرا سيفي، شمشیر کشیدم.
مجردن قناتی، نیزم و برهنه کردم. ملبیان دعوت الداعی، من پاسخ میدم به دعوت دعوت کننده، فلحاضر فلبادی. هم از این که حالا پس چهر نشین باشی و بادی نشین. ما همین الان داریم دعا میکنیم که خدایا اگر انشاءالله ظهور اون عزیز در زمان ما بود، ما رو یار و یاور و شهید در رکاب او قرار بده. اگر ما از دنیا رفتیم وقتی او اومد چه بکن؟ فاخرجنی، من از قبل هم خارج کن، در حالی که شمشیر به دست و آماده رشادت در رکاب او هستم. این هم ویژگی چهارم مشترک بین یاران ابا عبدالله و یاران امام زمان سلام الله علیهما. اما وارد محور سوم بحثمون بشیم. عرض کردیم که یه مقدمه‌ای شباهت‌های دو بزرگوار، نسبت ابا عبدالله و امام زمان سلام الله علیهما و نهایتاً وظیفه ما به عنوان منتظرین ان شاء الله. نسبت ابا عبدالله و امام زمان ارواحهما فدا رو در دو محور باید دید. یک، ارتباط متقابل دو بزرگوار. دو، زمینه‌سازی عاشورا برای ظهور. چطور عاشورای ابا عبدالله زمینه سازی کرده برای ظهور امام زمان ارواحهما فدا. در ارتباط متقابل ابا عبدالله و امام زمان گمان میکنم به 11 نکته باید اشاره بکنم که وجه ارتباط دو بزرگواره. اولین نکته در ارتباط این دو امام همام اینه که امام زمان ارواحهما فدا از نسل ابا عبدالله، و جالبه که ابا عبدالله خودشون به این نکته خیلی تأکید میکنن و اشاره میکنن که اون امامی که به عنوان قیام کننده میاد از نسل منه. از خود حضرت روایت بخونم. قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله و صلواته علیهما، منتنا عشر مهدی، از ما 12 تا مهدی هست، از ما اهل بیت. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اولین مهدی ما امیر المؤمنین سلام الله علیه. و آخرهم التاسع من ولدی، آخرین این 12 مهدی اون مهدی است که از نسل منه، التاسع من ولدی، نهمین فرزند من. و هو الامام القائم بالحق، اون امام قیام کننده به حقه، اون مهدی ارواحنا فدا. یحیی الله به الارض بعد موتها، خدا به واسطه او زمین رو زنده میکنه بعد از این که مرده. این که میگیم زمین مرده، معناش اینه که وقتی احکام خداوند در زمین مورد عمل قرار نگرفت، حلال و حرام خدا رعایت نشد، این حکم مرگ زمین رو داره. لذا خداوند اون جایی که پیامبر میفرماید که افانت مسمع من فی القبور، یا افانت تسمع من فی القبور، میخوای به اونایی که تو قبرن یه مطلبی رو بگی و چیزی بشنون؟ در حالی که مخاطبین پیغمبر که تو قبر نیستن، ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و عتبه و شیبه و اینها هستن. کنایه از اینه که اون کسی که حرف حساب نمیتونه بشنوه و نمیتونه قبول بکنه و عمل نمیکنه، این که انه یک مرده ایه. همونطور که در روایت داریم که اگر کسی منکری رو ببینه قلبا ناراحت بشه، به زبان بگه و یه کاری بکنه که جلو منکر گرفته بشه، این حیه، این زنده است. اگر کسی منکری رو ببینه قلبا ناراحت بشه، به زبانم بگه ولی کاری نکنه، این دو سوم حیاتو داره. اگر کسی منکری رو ببینه قلبا ناراحت بشه ولی نه بگه نه کاری بکنه، این یک سوم حیاتو داره. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان اگر کسی منکری رو ببینه نه قلبا ناراحت شه، نه حرفی بزنه، نه کاری بکنه که جلو منکر رو بگیره، این مرده است در میان زندگان، وجود و عدمش تفاوتی نمیکنه، حالا به پلکلکی میکنه و حرکتی میکنه، زنده نیست که. حضرت میفرمایند که و یظهر بهی دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون، خداوند به امام حسین علیه السلام میفرمایند خداوند به واسطه نهمین فرزند من حضرت صاحب ارواحنا فدا حق رو غالب میکنه بر همه، بر همه ادیان، ولو اینکه مشرکین از این امر چی باشن؟ کراهت داشته باشن و مانع بشن. خداوند وقتی اراده امری بکنه اون اتفاق خواهد افتاد. لهو قیبتون یرتد فیها اقوام،
برای اون نهمین فرزند من یک غیبتی هست که در اون اقوامی مرتد میشن. اینجا ارتداد به معنی رویگردانیه، از دین رویگردان میشن یا مرتد میشن به همون معنای فقهیش که توحید یا نبوت رو مستقیم یا غیر مستقیم انکار میکنن. و یثبت فیها علی الدین آخرون، و یه عده دیگری بر دین ثابت قدم میمونن. فیؤذم، اینا خیلی اذیت میشن، این گروهی که میمونن بر امر خدا اینا اذیت خواهند شد. و یقال لهم متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، به اینها به حالت استهزا گفته میشه چی شد این وعده خدا، چی شد گفتید خدا هم کمک میکنه. این همون عبارتی که انبیا رو هم مشرکین باهاش آزار میدادن. چی شد تو جنگ احزاب؟ مؤمنین میگن که خدا و رسول به ما راست گفتن، هذا ما وعد الله و رسوله. و کفار چی میگن؟ نقطه مقابلش، منافقینی که تو سپاهن میگن آره خدا و پیغمبر علیه الله به ما خلاف واقع گفتن. چی شد این که گفتن نصرت الهی؟ در دوران غیبت نیش و کنایه شنیدن و چی شد و کی تشریف میارن امر طبیعیه ها، یعنی اگر این زخم زبونا نباشه اتفاقی رخ نخواهد داد. هست دیگه حالا یه عده‌ای. بعد میفرماید حضرت اما ان الصابر فی غیبته علی الاذی و تکذیب، اون کسی که در زمان غیبت فرزند من صبر میکنه اذیت میشه و تکذیبش میکنن. تکذیبش میکنن یعنی میگن تو دروغ میگی، حرفی زنی میگن این دروغگوه، الکی میگن، ده بار تا حالا گفتن امام زمان میگه، همشون دروغ میگه. تکذیبش میکنن و اذیتش میکنن، مسخره و نیش و کنایه. به منزلت المجاهد به سیف بین یدی رسول الله، این آدمی که در زمان غیبت صبر میکنه، ابا عبدالله میگن به منزلت المجاهد به سیف بین یدی رسول الله، این مثل اینه که در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خندق، خیبر، حنین، در رکاب پیامبر و پیشاپیش پیامبر شمشیر کشیده. این که عرض میکنم ما نبودیم اما میتونیم همراهی بکنیم. بله بله میتونیم همراهی بکنیم. باز ابا عبدالله در این روایت کوتاه دیگری میفرمایند که قائم هذه الامه، اون منجی این امت و قیام کننده به حق، هو تاسع من ولدی، نهمین فرزند منه، و هو صاحب الغیبه، او غیبتی داره که حالا طولانی میشه، و هو الذی یقسم میراثه و هو حی، میراث او رو تقسیم میکنن و بین خودشون قسمت میکنن در حالی که او زنده است، یعنی حق او رو در حالی که زنده است میخوان بین خودشون تقسیم بکنن. پس این که آقا ما کربلا نبودیم، یه نکته رو در ارتباط با همراهی عرض بکنم که انشاءالله شبهای بعدم میرسیم. عزیزان این که میفهمد نیت المؤمن خیر من عمله به چه معناست؟ به این معناست که بنده نیت میکنم یه کمکی به نفر بکنم، بزرگوارم نیت میکنم همین کار انجام بدم، من موفق میشم، ایشون میخوان کار انجام بدن، زمانش میگذره. مثلا فرض کنید کسی نیازمند اومده سریع میره، تا ایشون میرن مثلا یه مبلغی رو بیارن اون میره. نیت المؤمن خیرون من عمله هم در مورد ایشون اتفاق افتاد، ایشون نیت کمک داشتن، اون چیزی که قرار بود به ایشون برسه رسید، یعنی ثواب انفاقی که من بردم و ایشون بردن، یه چیز اضافه هم ایشون میبرن. حالا اون به چه خاطره؟ به این خاطره که ممکنه در کار من قشی باشه، به این خاطره که ایشون خواستن این کار انجام بدن نشد انجام بدن، دلشون سوخت، آخ مثلا رفت اون نیازمند، کاش میمونده کمکی بهش میکردم. نیت از عمل بالاتره چون هیچ قشی توش نی. ولی زا این که ما آیا میتونیم همراهی بکنیم و به اون کاروان متصل شیم؟ بله، خود ابا عبدالله فرمود این مثل کسی که در رکاب پیغمبر شمشیر زده. اینقدر مهمه که انسان صبر در این دوره رو برای خودش به چه همت قرار بده. دومین وجه ارتباط ابا عبدالله و امام زمان ارواحنا فدا، زیارت هر کدوم در تولد دیگریه. خب ابا عبدالله و امام زمان هر دو متولد ماه شعبانن، تولد ابا عبدالله سوم شعبانه و تولد امام زمان نیمه شعبان، 15 شعبان. خب در روز تولد ابا عبدالله ما زیارت میکنیم و سلام میدیم به امام زمان ارواحنا فدا. امام عسکری علیه السلام به قاسم ابن العلاء همدانی، به او
میگن در سوم شعبان اینو بگو، روز تولد ابا عبدالله، ببینید حضرت به یارشون توصیه میکنن که چه مطلبی رو بگه. میفرماین اینجور بگو، بگو اللهم انی اسألک به حق المولود فی هذا الیوم، خدایا من از تو درخواست میکنم و مسئلت میکنم به حق مولود این روز، الموعود به شهادته قبل استهلاله و ولادته، اون مولودی که وعده شهادت او داده شد قبل از این که حتی متولد بشه، بکت السماء و من فیها و الارض و من علیها، آسمان و همه اهل او و زمین و هر کس که بر اوست برای او گریه کردند، و لما یتع لابتیها، در حالی که هنوز پا بر سنگلاخ دنیا نگذاشته بود، کنایه از این هنوز به دنیا نیامده بود، قتیل الابره و سید الاسره، او کشته اشکهاست و آقای خاندان خودش، الممدود به نصرت یوم الکره، در روز بازگشت و رجعت او مورد نصرت قرار میگیره و با نصرت الهی کمک میشه، که انشاءالله شبهای بعد میرسیم به این مطلب که اولین رجعت کننده بعد از ظهور امام زمان علیه السلام ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن و بعد از ظهور ابا عبدالله میان و بعد از امام زمان حکومت ابا عبدالله در زمین برقرار میشه. بعد حضرت میفرمایند که المعوض من قتلهی ان الائمه من نسله، خدا به جای اون شهادت خونینی که برای او مقدر کرده چی به او عوض داد؟ ان الائمه من نسله، ائمه از نسل او و ذریه او هستند، و شفاعتی تربته، خداوند شفا رو در تربت او قرار داد، و الفوز معه فی اوبته، و پیروزی رو در بازگشت او قرار داد که بعد از رجعت، ول اوسیا من اترته بعد قائمهم و غیبته حتی یدرکل اوتار، همه اوسیا و ائمه از نسل او هستند تا به امام زمان برسه و غیبت او، حتی یدرکل اوتار، تا بیاد و انتقام بگیره، و یت و یتار و ثار و یرد الجبار، خونخواهی بکنه و خداوند رو راضی بکنه، و یکونو خیر انصار صلی الله علیهم ما اختلاف لیل و نهار، با بهترین یارانی که تو سیر شب و روز دیده شدن، یعنی با بهترین یاران بیاد و این قیام رو به سرانجام برسونه. ما در روز تولد ابا عبدالله بعد از سلام بر او میریم سراغ موعود و منتقم او. از اون طرف در روز تولد امام زمان ارواح نافده که عبارت باشد از روز نیمه شعبان، یکی از اعمال مؤکد روز نیمه شعبان چیه؟ زیارت عاشورا و زیارت از ابا عبدالله حسین علیه السلامه، که امام صادق علیه السلام به یارانشون میفرمایند که از زیارت ابا عبدالله غفلت نکنید هر روز. بعد اونا میگن ما مدینه ایم، حضرت کربلا، ما چطور هر روز زیارت بکنیم؟ حضرت میگن برید بر پشت بام، رو به اون طرف وایستی، اینو سه بار بگید. من به شما عزیزان عرض میکنم این رو هر روز صبح همه ما میتونیم انجام بدیم، هر روز صبح. اصلا فرض بفرمایید سوار آسانسور میشید بیایید پایین، تو همون فاصله دست رو بر سینه بذارید، دست راست سه بار بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، هیچ سختی هم نداره، سه بار این رو که بگیم ابا عبدالله رو زیارت کردیم انشاءالله. حضرت فرمودن به اون یارشون که اینو سلام بده، بعد فرمودن میخوای با همه اوصیا با همه ائمه مصافحه کنی؟ گفت بله. فرمودن شب جمعه برو کربلا. بعد فرمودن که میخوای با 124 هزار پیغمبر هم مصافحه کنی؟ گفت بله آقا. فرمودن شب جمعه برو کربلا. بعد میگه که امام صادق علیه السلام یه تأملی کردن، فرمودن میخوای خدا رو زیارت کنی؟ گفتم بله. فرمودن شب جمعه برو کربلا. این ثواب زیارت ابا عبدالله. خب حالا این گرفتاری که پیش اومد و این بیماری که عارض شد محروم کرد سال گذشته ماها رو و خیلی همون امسال هم
به خاطر این بیماری توفیق نداریم، اما حتما دلمون رو راهی بکنیم و حتما نشون بدیم. مؤمن باید تظاهر بکنه به یه کاری. اینکه گفتن اگر کسی شعری بگه برای ابا عبدالله، بهش بر او واجبه. یه بیت شعر بگه، جمعی رو بگریونه، یه نفر رو بگریونه، نه خودش گریه بکنه. آقا یه کسی روزه خوندن اصلا اشکش در نیومد، فرمودن تباکی بکنه، خودش رو به حالت گریه در بیاره. چرا؟ آقا مگه چی تو زیارت ابا عبدالله و گریه بر اون وجود نورانی هست؟ انشالله خواهیم رسید و عرض خواهم کرد. سومین نکته در ارتباط متقابل ابا عبدالله و امام زمان سلام الله علیه ما، موضوع شب قدره. شب قدر، خب میگیم تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائک تنزل میکنن و روح. حالا این که حقیقت روح چیه الان محل بحث نیست، یا جبرائیل سلام الله علیه یا هر گزاره دیگری. ما مفسرینمون، مفسرین شیعه معتقدن که خب وقتی میگید ملائک تنزل میکنن و میان پایین، طبیعتا این هبوط یه مهبتی میخواد، بر یه جایی باید اینها تنزل بکنن. اونجا کجاست؟ ما در شیعه معتقدیم که محل تنزل ملائک و محل هبوط اونها قلب مبارک امام زمانه. اون امام زمان قلبش محل تنزل ملائک. خب با این اعتقاد شب قدر متعلق میشه به امام زمان ارواح ناکدا. در شب قدر که متعلق به امام زمان ارواح ناکداه و ملائک بر قلب مبارک او نازل میشن و خبوت میکنن، یکی از اعمال مؤکد شب قدر چیه؟ زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. چرا هی به مناسبت های مختلف این دو بزرگوار ارتباط خاص پیدا میکنن؟ این رو باید توی همین بچه شبه و زمین سازی ببینیم که پیامبر اسلام رو آورد، ابا عبدالله اونو تثبیت کرد و امام زمان ارواح ناکدا اونو احیا خواهد کرد. حالا این ارتباط معناش چیه و باطنش چیه اونو اهل خودش میدونن، اما آنچه در ظاهر ما میبینیم ارتباط این دو امام تو ساحات مختلف مایه تأمل و توجهه. چهارم، یاری هر کدوم از این دو بزرگوار یاری دیگریه. کسی ابا عبدالله رو یاری بکنه که انه امام زمان رو یاری کرده، و از اون طرف کسی امام زمان رو یاری بکنه که انه ابا عبدالله رو. اینا کجا عرض میکنم؟ این که اگر کسی یاری ابا عبدالله بکنه که انه یاری امام زمان کرده، این رو از فرمایش خود ابا عبدالله سلام الله علیه عرض بکنم. در شب عاشورا ابا عبدالله ضمن خطبه‌ای که خوندن به یارانشون میفرمایند که یاران من، قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که یاران من، جدم رسول خدا فرمود، ولدی حسین یقتلو به تف کربلا، پسرم حسین در سرزمین کربلا به شهادت میرسه. غریبن وحیدن عطشانن فریدا، در حالی که اونجا غریبه، تنهاست، عطشانه و بیاوره. فمن نصرهو فقد نصرنی، هر کس حسین منو یاری بکنه فقط نصرنی، من پیامبر رو یاری کرده. و نصر ولده القائم، هر کس که او رو یاری بکنه که انه پسرش امام زمان ارواح ناکدا رو یاری کرده. خب اینجا پیامبر چرا ارتباط برقرار میکنه؟ خب یاری ابا عبدالله رو به یاری سایر اهل بیت نسبت بده، این کار یاری او، یاری امام زمان ارواح ناکداه. بعد میفرمایند که ولو نصرنا باللسانه، این نکته‌ای که عرض کردم که ما هی میگیم که آیا راهی هست که ما به اون کاروان بسشیم. ببینید از دولب مبارک ابا عبدالله این فرمایش ساطع شده،
می‌فرمایند که جدم رسول خدا گفته که کسی منو نصرت بده، رسول خدا رو نصرت داده و پسرم امام زمان رو. ولو نصرنا باللسانه فهو فی حزبنا یوم القیامه. اگر کسی ما رو با زبانش نصرت بده، خب زمینه‌ای برای جنگ و جهاد و اینها نیست، هم شکل جنگ برپا نیست، که با زبانش ما رو یاری بده، یه جایی برای ما حرفی بزنه، برای ما تبلیغی بکنه، ما رو نصرت بده، کلام ما رو بگه، دیگران رو به ما دعوت بکنه، با زبانش ما رو یاری بکنه، این فرد فهو فی حزبنا یوم القیامه، قیامت این با ماست. اینم برای رسیدن به اون کاروان. در نقطه مقابل، آیا یاری امام زمان ارواحنا فدا یاری ابا عبدالله؟ خب مکرر شنیدی، انشاءالله شبهای بعدم اگر که زنده بودیم تأکید میکنیم و مجدد بهش اشاره میکنیم که امام زمان ارواحنا فدا منتقم خون ابا عبدالله. خب یاری منتقم کربلا به معنای یاری شهید کربلاست. ما داریم کیو یاری میکنیم؟ اون کسی که به خونخواهی ابا عبدالله قیام میکنه و حرکت میکنه و پرچم بلند میکنه. یاری ابا عبدالله به تصریح ابا عبدالله یاری امام زمانه. یاری امام زمان به عنوان منتقم خون ابا عبدالله یاری ابا عبدالله. و پنجمین نکته که عرض بکنم و عرضم رو امشب خاتمه بدم، عباراتی است که در دعای منسوب به دو امام و مرتبط به دو امام نسبت به اون امام وجود داره. امشب دعای ندبه رو عرض بکنم، زیارت عاشورا بمونه برای فردا شب انشاءالله. در دعای ندبه امام زمان ارواحنا فدا ما یه جاهای اشاره میکنیم به عباراتی که دلالت بر ارادت ما به ابا عبدالله داره و ارتباط امام زمان با ایشون. یه جا میگیم عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، و یه جای دیگری عرض میکنیم عین طالب و به دم مقتول به کربلا. کجاست اون طلب کننده مقتول کربلا، یعنی ابا عبدالله حسین علیه السلام؟ مسئلتون، جناب مختار قیام کرد و قتله ابا عبدالله رو هلاک کرد. عمده اونها عبیدالله ابن زیاد هلاک شد، شمر هلاک شد، عمر سعد هلاک شد، سنان، خولی، اینها همه هلاک شدن، حرمله لعنت الله علیه، اینا هلاک شدن. پس چرا میگیم عین طالب و بدن المقتول به کربلا؟ سوال اینه آیا واقعاً خونخواهی از خون ابا عبدالله با هلاک شدن یک سری انسان نما تمام شد؟ خدا انشاءالله طول عمر بده به سید مقاومت سید حسن نصرالله. موقعی که سردار سلیمانی رحمت الله علیه به شهادت رسید یه جمله خیلی مهمی رو گفت. گفت این که انتقام شهید سلیمانی این باشه که مثلا عده‌ای از این انسان نماها کشته بشن، این نیست. اگر حتی این رئیس جمهور مفلوک سابق امریکا هم هلاک بشه، سر او به اندازه بند کفش شهید سلیمانی هم ارزش نداره. یعنی یه عده خولی و سنان و یه حیواناتی در لباس انسان، اینا هلاک شدن، خونخواهی ابا عبدالله اتفاق افتاد، تمام شد. اول جریان زمانی دیگر است و خونخواهی اون خون اینه که باطلی روی زمین باقی نماند. خونخواهیش اینه، نه که ارزش اون خون اینه. ارزش اون خون که منصوب شد به سار الله. انشاءالله شبهای بعد اگر عمری باقی بود این بحث رو بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد. شب ششم این محفل و امشب هم سر سفره کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هستیم و میریم در خونه دردانه اون حضرت، حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه ما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار،
فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. علی اکبر سلام الله علیه اذن میدان گرفت و ابا عبدالله به فوریت به او اجازه میدان رفتن دادن. نمیبینم، شاید قاسم ابن الحسن با دیدن این صحنه امیدوار شد که همونطور که ابا عبدالله به علی اکبر اجازه میدان رفتن دادن، با همون سرعت به منم حتما اجازه خواهند داد. خرج قاسم ابن الحسن و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم. قاسم ابن الحسن که یه نوجوانی بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود از خیام خارج شد. فلما نظر الیه الحسین علیه السلام اعتنقه. ابا عبدالله تا چشش به قاسم افتاد کشید او رو تو بغل خودش رو در آغوش فشرد. او رو قاسم برادرزاده ابا عبدالله نیست، قاسم پسر امام حسینه. این بچه شاید یک سال خورده یا دو سال سنش بود، بیشتر از این سن نداشت که پدرش به شهادت رسید، در دامن ابا عبدالله بزرگ شده. ولی ابا عبدالله به علی اکبر اجازه میدان میده، اما به قاسم اجازه نمیده. فلما نظر الیه الحسین اعتنقه، حضرت او رو در آغوش گرفت و جعلا یبکیان، دوتاشون شروع کردن گریه. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، هنوز که هیچ کدوم چیزی نگفتن. ابا عبدالله یاد چی افتاد با دیدن قاسم که داره گریه میکنه؟ قاسم چرا گریه میکنه؟ من میخوام بگم بمیرم برای قلب ابا عبدالله. هر کی میخواد بره یه بار ابا عبدالله شهید میشه، یه بار علی اکبر میره ابا عبدالله شهید میشه، یه بار قاسم میره ابا عبدالله شهید میشه، یه بار ابوالفضل میره ابا عبدالله. من نمیدونم اونی که تو قتلگاه به شهادت رسوندن دیگه کی بود و چی ازش باقی مونده بود. شروع کردن دوتا به گریه کردن، حتی غشی علیه ما. راوی میگه هر دوتا به حال بیهوشی افتادن از بس گریه کردن. ثم استأذن الغلام للحرب. این آقازاده برای رفتن به میدان طلب اذن کرد و اجازه خواست. فابا عمه الحسین علیه السلام ان یأذن. حضرت گفتن نه نمیذارم بری. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجله. قاسم شروع کرد دست و پای ابی عبدالله رو بوسید. و یسأله الاذن حتی اذن له. انقدر التماس کرد، انقدر دست و پای ابی عبدالله رو بوسید، آقا فرمودن برو. و خرج و دموعه علی خده. راوی میگه قاسم بلند شد به سمت میدان بره، اشکش رو گونه‌هاش جاریه، هنوز درگیری. و هو یقول ان تنکرونی فانا فرع الحسن. اگه منو نمیشناسید من بچه امام مجتبی، من پسر قهرمان جملم، سبت النبی المصطفی والمؤتمن، هازا حسین کل ازیر المرتهد. این ابی عبدالله مثل اسرای دربند شده. مگه شما نامه ننوشتید گفتید بیاد؟ قاسم رفت به میدان، جنگی کرد، ملعونی اومد ضربه‌ای به سر او زد. راوی میگه او از بالای اسب به زمین افتاد و اینجا ندا داد که فوقع الغلام لوجهه. قاسم با صورت از روی اسب به زمین افتاد و صاح فریاد زد یا اما عمو جان به فریادم برس. فانقض علیه الحسین علیه السلام کالصقر. ابی عبدالله سپاه رو کنار زد، مثل باز شکاری خودش رو بالا سر این بچه رسود. وقتی که بالا سر او رسید، راوی میگه بعد از اینکه قوار جنگ خوابید،
قائم علی رأس الغلام، دیدم حسین بالا سر قاسم ایستاده و هو یبحث به رجله، این بچه داره پاشو روی خاک میکشه تو بخل ابی عبدالله. ابی عبدالله گفت عزم والله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک. قاسم خیلی برای من سخته که یه چیزی از من درخواست بکنی من نتونم جواب بدم. او یجیبک فلا یعینک، جواب بدم افاقه نکنه. او یعینک فلا یعینک، من یه کاری بکنم اما حاجت تو برآورده نشه. بعدن لقوم قتلو، اینهایی که تو رو به شهادت رسوندن از رحمت خدا به دور باشن. سمه تمله، راوی میگه حضرت قاسم رو بغل کرد ببره به سمت خیام. فکعنی انظرو الی رجل القلا، من دیدم این بچه پاهاش رو زمین داره کشیده میشه. ابی عبدالله اینو میبره به سمت الا لعنت الله علی القوم الظالمین.